راه رو که درست نیومده باشی به راه راست هدایتت میکنن. میلاد حاتمی گرداننده سایت‌های شرط‌بندی و قمار توسط پلیس ترکیه دستگیر و تحویل پلیس بین‌الملل کشورمون شد. جرمی داشتن تحت عناوین جرم سایبری و کلاهبرداری و پولشویی. نوجوانا رو درگیر کرده بودن برای کلاهبرداری. واقعیت اینه که رسیدن به آرزو اونم توی چشم به هم زدن فقط با شعبده‌بازی از جیب مردم میسر بود، که البته دست شما هم کم انحراف نداشت. من موتورمو فروختم، ماشینمو فروختم، یه اسمم رسیده بود اونم گذاشتم پاش. هر سری هم میزدم به جبران اینکه باختامو بخوام مثلا حالا جبران کنم. به خودم اومدم دیدم که اولوشه شاید مثلا 700 800 میلیون هم رفته. 100 میلیون تومان باخت دادم. خودم اصلا نفهمیدم چرا اینجوری شد. میلاد حاتمی بعد از کلی تخلف رنگارنگ از مرز خارج شده بود، اما توی کشور همسایه هم راه درست رو نرفت. حتی شغل افراد شریف رو هم به تمسخر گرفت و غرق پول کثیف شد. هندونه دارم، هندونه بیا شکر بدم قندونه باش. اعلان قرمز پلیس کشورمون به اینترپل و همراهی رسانه‌های ترکیه‌ای پلیس ترکیه رو مجاب کرد که متهم رو دستگیر و تحویل مراجع قضایی ایران بده. نه خیلی آزادانه هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن به امید اینکه دست کسی به ما نمیرسه. اگر بگیرن چند تا اینا رو بیارن ادب کنن اونا هم جمع میشه. اینا صرفا دارن فقط کلا سر بچه های ایران میذارن. درست نیست اینجوری، با این مالای حرام به جایی نمیرسن. آخرش هم همینه که خدا جوابشون رو میداد دستگیر میشن، بقیه هم کاش بگیرن. اینا بخشی از تخلفاتش بود. حالا گروگانگیری بگو ده بار بگو. فساد اخلاقی و قاچاق انسان هم اتهاماتیه که قانون بند بندش رو بررسی میکنه. چنگال قانون این ور مرز و اون ور مرز نداره. بالاخره گریبان متخلفا رو میگیره، حتی اگه از مرزها خارج بشی و خودت رو به اصطلاح صاحب استانبول بدونی. شبا که ما میخوابیم صاحب استانبول بیداره، ما خواب خوش میبینیم اون دنبال شکاره.